با درودهای گرم خدمت همیهنان عزیز، من حسین مهری هستم و برنامه برگی از تاریخ رو اجرا می کنم. کارگردان برنامه آقای امیر و با حضور جناب آقای محمد امینی، یکی از بهترین به نظر من کاوشگران تاریخ و جامعه ایران. همینجا خدمتتون عرض سلام میکنم. آقای امین، درود بر شما. درود بر شما و درود بر بینندگان ارجمند برنامه برگی از تاریخ. با سپاس از ستایش شما، البته امیدوارم که شایسته این نوع ستایش ها باشم. هست، حتما هستین. آقای امینی کجا بودین؟ باز دوباره سفر؟ من اروپا بودم، بر پاریس چند دیدار داشتم با بر روی دوستانی که دست در کار دارن. یه رشته کارهای پژوهشی داشتم که بعد از آرشیو ملی فرانسه استفاده می‌کردم، ولی انگیزه اصلی سفر کنفرانسی بود که در کلن برگزار شد در روز 17 ماه فوریه، کنفرانسی درباره پروژه گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری ایران، یا اون عبارتی که اونها استفاده کرده بودن، یک حکومت غیر دینی در ایران. آقای امینی چند روز بود این کنفرانس؟ یه روز؟ کنفرانس یک روزه بود و خیلی هم به درازا کشید، بیش از 5 ساعت این میزگرد بود. گروهی از صاحب نظران یا آدم‌های سرشناس شرکت داشتند. بنابر این است که این نوع برنامه‌ها ادامه پیدا بکنه و دامنه شرکت افراد گسترش پیدا بکنه و ما بتوانیم به یک راهکاری یا یک دستکم هماهنگی در راستای گذار از حکومت دینی به یک حکومت فرادینی و دموکراتیک و سکولار دست بیابیم. آقای امینی، من شنیدم که کسانی مانند آقای بنی صدر، بله، آقای دستمالچی، آقای کاخساز و آقای مبشری در این برنامه شرکت داشتند. بله، چه کسانی دیگه بودند؟ سخنران داشتیم برنامه در این میزه که همین کسانی بودن که شما نام آوردید، با آدم‌های با پیشینه‌های گوناگون، با دیدگاه‌های نمی‌توانم بگویم متفاوت، ولی دست کم با زاویه‌های مختلف. شما در اونجا سخنرانی داشتین، نه؟ من هم یکی از شرکت کنندگان در این میزگرد بودم. بله. سخنرانی هم کردین؟ بله دیگه، همون مدتی که به همه اجازه می‌دادن من هم دیدگاه خودم رو با شرکت کنندگان که شمار بسیار زیادی آمده بودند در میان گذاشتم و بعد پرسش‌های زیادی شد. بیش از 37 نفر از میان همیهنان در اونجا پرسش‌هایی داشتن و هر یک از ما شرکت کنندگان در این پانل بهش جواب پاسخ دادیم و سپس هم باز یه میزگرد کوچکتری بیشتر به صورت خصوصی در شامگاه همان روز برگزار شد که متاسفانه من به دلایل گرفتاری شخصی در اون شرکت نداشتم، ولی دیگر دوستان در اونجا شرکت داشتن، دیگر شرکت کنندگان در پانل. سوژه این کنفرانس آینده ایران بود، نه؟ برید یک گفتگوهایی از هنگام این خیزش خیابانی دور تازه ایران آغاز شده بود. من چند سفری به اروپا رفتم، گفتگوهایی با دوستان از راه تلفن در آمریکا و در کشورهای دیگر داشتم و پس از گفتگو با دوستانی که در کلن کنشگران سرشناس شهر هستند، بنابراین شد که نخستین نشست از شماری از کسانی که سرشناس هستند در این زمینه‌ها برگزار بشود و این نخستین نشست بود. کمبودهایی هم داشت این نشست که بزرگترین کمبود آن در این بود که هیچ یک از زنان کنشگر و سرشناس و بر روی شرکت کننده در این کارزار دموکراتیک خارج از کشور در این میزگرد شرکت نداشتند. بیشتر هم گویا گرفتاری فنی بود، سفر از شهرها و کشورهای دیگر بود که شدنی نبود، ولی بر روی نشست بسیار مثبتی برگزار شد. نتیجه چه بوده آقای امینی؟ جناب مهری، این کارها بنا نیست که بلافاصله نتیجه بده. ما با یه رشته گرفتاری‌های خیلی بزرگتری در میان
نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در خارج و در داخل ایران روبرو هستیم، یا شخصیت ها، افراد، همه. نخستی که با دو سه گروه خیلی روشن و متمایز روبرو هستیم. یکی گروهایی که چشمانداز خیلی روشن جمهوری خواهانه دارند ولی به یک جمهوری لیبرال، دموکرات و سکولار در ایران می اندیشن، نه یک جمهوری ایدئولوژیک چپی یا شورایی یا چیزی از این دست. گروهی از همیهنان مانند گروهی که شورای ملی رو ایجاد کردن، اونها چشماندازشون در این هست که آقای رضا پهلوی که فرزند آخرین پادشاه ایران هست، ایشان رو ما باید در کانون گذار از حکومت کنونی ایران قرار بدهیم، چون ایشان سرشناس هستند و پیوندهایی با گذشته ایران دارند و چیزهایی از این دست. گروهی هم بر این باور هستند که شاید درست است که در همین خارج از ایران ما یک بدیل سیاسی به وجود بیاوریم. در درون هر یک از این گروه ها هم شکاف و اختلاف و بدبینی وجود داره، از جمله در میان کسانی که در این نشست گرد آمده بودند، گرد آمدن اونها بسیار دشوار بود. یعنی نماینده یکی از شاخه های جبهه ملی در خارج از کشور همراه با آقای بنی صدر، همراه با آقای کاخساز، کسانی که کمتر با یکدیگر گفتگو کردن در این سالها، خیلی دشوار به نظر می‌رسید، چون خب آقای بنی صدر دیدگاه ویژه خودشون رو دارند و آخرین نخستین پوزش بخوام نخستین رئیس جمهور دوران حکومت اسلامی در ایران هستند که با جمهوری اسلامی در افتادند و از ایران بیرون آمدند. گروه جبهه ملی با ایشان خیلی هاشون نزدیکی نداشتند، یا آقای کاخساز تا به امروز با آقای بنی صدر دیداری نداشتند. به خود من گرفتاری در این زمینه ها نداشتم و فکر میکنم که باید افراد با همه پیشینه ها اگر نقدی به این دوران گذشته دارند و به راستی باور به گذار خشونت پرهیز از یک حکومت دینی به یک حکومت فرادینی به یک حکومت سکولار در ایران دارند و به راستی نمیخواهند اصلاحات در این حکومت انجام بشود، باید بتوانیم زبان نزدیک به هم پیدا بکنیم. نشست از این زاویه نشست بسیار بسیار مثبت بود. بنا نبود که به یک نتیجه واحدی برسیم. من هم از پیش زیاد سر سازگاری با اینکه این نشست مثلا بیانیه‌ای صادر بکنه و خودش رو مطرح بکنه نداشتم و فکر میکنم که باید نشست‌های دیگری برگزار بشه، شمار دیگر از همیهنان از دیدگاه‌های حتی فراتر از این گروهی که گرد هم آمدند گرد هم بیایند، گفتگو گسترده‌تر بشود، صورت رسمی و غیر رسمی داشته باشد و سرانجام از درون این شاید ما بتوانیم یه چالش مشترکی برای گذار پیدا بکنیم و شماری از افرادی که از جمله کسانی که در این نشست شرکت داشتند و شاید بسیار بسیار فراختر از این، بتوانند یک شورایی، یک گروه گفتگویی برای این گذار به وجود بیاورند، بدون اینکه بخواهند خودشون رو به عنوان جایگزین حکومت در ایران معرفی کنند، بدون اینکه بخواهند رهبری کاری رو در دست بگیرند، بلکه یاری برسانند به این حرکتی که در ایران وجود داره. حرکت دی ماه گذشته. بله بله. آقای امینی بفرمید که جلسه آینده کی خواهد بود؟ روشن شده؟ من چون برگزار کننده نیستم نمیدونم. من رایزن این کار هستم و گمان میکنم شاید در میانه ماه آوریل یا پایان ماه آوریل باز هم نشست دیگری، شاید این بار در پاریس و شاید هم باز در کل برگزار بشود. پیشنهاد من این بوده که یک نشست بزرگ هم در مثلا واشنگتن داشته باشیم و از آدم هایی که پیشینه های متفاوتی دارند از اینها هم دعوت بشود، یک گفتمان سالمی به وجود بیاید برای چنین نوع مسائلی که ما به آینده ایران نگاه کنیم و بیاندیشیم و بکوشیم دست کم، نه اینکه پاسخگو باشیم، دست کم یک راهنمایی، یک نوع هماهنگی برای این نوع گذار دست کم در خارج از کشور ایجاد بکنیم. الان چند سالی است که خارج از کشور سکوت اختیار کرده؟
درست میگم؟ تا حدود زیادی درست میفرمایید. یعنی این چندگانگی ها برای همین نشست هم نشان خودش رو سر خودش رو نشان میداد. چندین بار نزدیک بود که این نشست برگزار نشه و خیلی ها شاید با شرکت این فرد یا اون فرد گرفتاری داشتن، ولی خوشبختانه نشست بسیار خوبی بود و هر پنج شرکت کننده با متانت، با ادب سیاسی، با اخلاق درست سیاسی و با نزدیکی با یکدیگر جنبه های تفاوت های خودشون رو هم بیان کردن. ولی روی هم رفته باید گفت که شاید دست کم در این میان این پنج نفر نزدیک به 80-85% یک تفاهم دیدگاهی وجود داشت. آقای امینی شما چی فرمودید اونجا؟ اجازه بدهید که بناست که نوار برنامه فرستاده بشه و اگر موافق باشید هنگامی که این نوار رسید من در یکی از این برنامه های با یاد آینده اون رو پخش کنم و درباره اون با شما گفتگو کنم. ولی اگر بخواهم گوهر سخنم رو در میان بگذارم در این بود که ما باید بازگردیم و نگاه کنیم به ارزش های مدرنیته و این ارزش های مدرنیته رو که در آستانه انقلاب 57 قربانی شد و یک جنبش و جریان ضد مدرنیته در ایران پا گرفت، اینها رو نه تنها زنده بکنیم بلکه اینها رو با ارزش‌های امروز دنیا، مدرنیته امروزی نه مدرنیته سده 19، با اینها پیوند بدهیم و زمینه‌ای رو فراهم بکنیم که جامعه ایران بتواند با پیدایش و پدیدار ساختن یک دولت مدرن سکولار آینده نگر و از دیدگاه بنده جمهوری بتواند به دنیای پیشرفته بپیوندد، به دنیای در حال پیشرفت و تحول. و این شدنی است. یکی از نکاتی که من در این زمینه و مطرح کردم در این بود که ما در هنگام انقلاب مشروطه بسیاری از اون ابزارهایی رو که اون سازوکارهایی رو که باید مدرنیته برپایون در جامعه ایران و دموکراسی برپایون در جامعه ایران بنا میشد نداشتیم، مانند ساختارهای صنفی یا نهادهای غیر دولتی، ساختارهای مدنی، حضور گروه گسترده‌ای از مردم در سپهر سیاسی جامعه. امروز این رو داریم. امروز زنان ایران برای نخستین بار نیروی باید گفت نیروی برتر رو در جنبش سیاسی ایران نمایندگی میکنند. جوانان ایران بسیار بسیار در این جنبش خیابانی و جنبش سیاسی ایران درگیر هستند. ما با پیدایش نهادهای مدنی در ایران روبرو هستیم و از همه اینها مهمتر آزمون 38-39 سال حکومت دینی در ایران موضوع سکولاریسم رو از یک گفتمان و گفتگوی روشنفکرانه به یک گفتگوی قابل لمس اجتماعی تبدیل کرده و همه این رو در میابند که چرا دین نباید در سپهر فرمان روایی، در سپهر سیاست، در سپهر اداره جامعه شرکت داشته باشه و این رو با جان و پوست و گوشت و استخوان و زندگی خودشون مردم ایران لمس کردند. و این است که ما با یه دوران بسیار ویژه‌ای در تاریخ کشورمان روبرو هستیم که اگر درست رفتار بکنیم می توانیم دست و پای زنجیرهایی که بر دست و پای جامعه ایران بسته شده اینها رو از هم بکسلانیم و بکسل و جدا کنیم و راه فراز جامعه ایران رو به سوی یک زندگی بهتر فراهم کنیم. آقای امینی یه سوال خصوصی بفرمایید. این کتاب‌هایی که کنار شماست از سفر آوردید؟ نه خیر، اینا کتاباش که در کتابخانه هستش. تو سفر که من نمیتونم این همه کتاب بخونم. اینها اینجا بوده، لابلای اینها یادداشتایی دارم. من میدونید که هر بار با شما گفتگو دارم یا برنامه‌های خودم رو در تلویزیون دارم، در استودیوی دیگری هستم که در طبقه دوم خانه من هست. این چند روز به دلایلی در این اتاق کار آمدم و این است که کتاب‌های دیگری رو شما اینجا می‌بینید، ولی هیچ انگیزه و دلیلی برای وجود این کتاب‌ها نیست. بر روی اینو که شما این رو باید
بپذیرید که دلیلی برای وجود این شمار کتاب‌ها در اینجا وجود نداره. آخه همیشه یه چیدمان خوبی اونجا هست. بله. همیشه پشت سر شما چیدمانی از کتاب‌های خوب هست. دیدم حالا کتاب‌های اضافه شده. گفتم دلیلش چه، شاید از سفر آوردید. نه خیر، اینا رو داشتم. بله. آقای امینی، صحبت از مدرنیته کردید و با همزمان با سوم اسفند که دیروز بوده، بفرمایید که دیروز نبود جناب مهری، هفته پیش، هفته روز پیش. پنجشنبه هفته پیش بود. شما من فکر کنم خواستم یه وقت همیهنان گمان نکنن در سه چهار روز پیش بود. پوزش بود شما رو قطع کردم. پوزش خواهش بفرمایید. خواستم ببینم که این سوم اسفند، کودتای سوم اسفند، آیا مقدمه این مدرنیته بوده یا خیر؟ ببینید، در این زمینه گفتگو بسیار زیاد هست. یعنی بسیاری از کسانی که به تاریخ نگاه میکنند و شاید هم یک نیم نگاهی دلسوزانه نسبت به پادشاهی پهلوی دارند، سوم اسفند و فراز رضاخان، اون موقع رضاخان، رضاخان میه پنج و سپس رضاشاه آینده رو به سوی فرمان روایی و سپس پادشاهی، این رو در واقع پیش درآمد مدرن سازی ایران میدونند. اما مدرن سازی ایران با مدرنیته دو پدیده به هم پیوسته اما جداست. مدرن سازی یا مدرنیزم بیشتر به جنبه های ساختاری جامعه اشاره می شود که جامعه ایران جامعه مدرن تر شده، و درست هم هست که در دوران پادشاهی پهلوی حرکتی که از زمان انقلاب مشروطه آغاز شده بود شتابان شد و بیشتر و بیشتر نهادهای مدرن در ایران شکل گرفت. ساختار آموزشی ایران که از دوران پیش از حتی مشروطه سفر خودش رو به سوی مدرن سازی آموزش آغاز کرده بود، در دوران رضا شاه و سپس محمد رضا شاه بسیار بسیار شتابانتر شد و ساختاری بسیار مدرن شد. در ایران دانشگاه به وجود آمد، در ایران راهن به وجود آمد، بسیاری نهادهای دیگر، بسیاری از ساختارهای دیگری که ساختارهای دوران مدرن به شمار می آید در این دوران پهلوی در ایران شکل گرفت. و این آغاز دوران پهلوی رو، اگرچه آغاز پادشاهی رضا شاه از نزدیک پایان دوران پایان سال 1304 خورشیدی است، ولی در واقع باید آغاز فراز او رو به سوی پادشاهی از همین کودتای 1299 به شمار آورد. اما سفر ایران به سوی مدرنیته خیلی پیشتر از اینها آغاز شده بود و این بسیار کوته بینانه هست و شاید اجر بسیاری رو به جای نیاورد. اگر ما آغاز حرکت مدرنیته رو در ایران از کودتای 1299 برشماریم، ما باید بازگردیم به نزدیک 50 سال پیش از اون، میانه سده 19 میلادی که سپیده دم اندیشه های مدرنیته در ایران بوده و حتی خیلی پیش از اون که آدم هایی در رفت آمد به اروپا، در شناختن اروپا، زندگی اروپایی، رگه هایی از فکر مدرن رو به ایران آوردند، ولی به ویژه از زمان نوشتن کتاب یک کلمه و سپس کوشش های کسانی ماننده آخوندزاده که در همون دوران هست، سپس میرزا ملکم خان، آخان کرمانی و بسیاری از کوشندگان برجسته اون زمان که از میان اونها شماری از بابیان و ازلیان بودند، اینها در معرفی یا آوردن این سوغات اندیشه نو به ایران نقش بسیار برجسته ایفا کردند و مدرنیته ایران در زمان ناصرالدین شاه به راستی آغاز شد. حتی میتوان گفت پیش از ناصرالدین شاه، از دوران محمد شاه این سفر آغاز شده بود، در دوران ناصرالدین شاه استوارتر شد این کوشش برای مدرنیته در ایران و مدرن سازی ایران. یکی از نخستین نهادهای مدرن آموزشی در ایران دارالفنون بود که ناصرالدین شاه جواز اون رو صادر کرد. زنده یاد رشدیه خیلی پیش از فرمان مشروطه سوغات آموزش نو رو از عثمانی به ایران آورد. البته خود او در قفقاز مدرسه نو، دبستان نو درست کرده بود، ولی این سوغات رو از راه
آموزشی که در عثمانی دیده بود به ایران آورد، یا اندیشه مشروطه یا شاخت یا قانون باز هم از راه عثمانی به ایران معرفی شد، و همچنین در جنب و جوش آزادی خواهی که در قفقاز به وجود آمده بود و قفقاز کانون اندیشه های نو در روسیه به شمار می آمد و همه اینها به ایران وارد شد. حتی می توان گفت که قاهره و کلکته هم نقش بسیار مهمی در معرفی مدرنیته به ایران داشتند. روزنامه هایی که در هند و مصر و استانبول به چاپ می رسیدند تأثیر زیادی در ایران داشتند. مشروطه، فرمان مشروطه آغاز رسمی مدرنیته ایران بود، یعنی کوشش برای هم مدرنسازی جامعه و هم مدرنسازی اندیشه در جامعه، مدرنسازی فرهنگی جامعه، ارزشی جامعه. و با شوربختی باید گفت که انقلاب مشروطه با یک بحران روبرو شد، یک بحران درونی به دلیل ناآگاهی بسیاری از سران مشروطه با ارزش‌های قانونگرایی و مدرنیته، ولی از همه اونها مهمتر دخالت نیروهایی که مخالف انقلاب مشروطه بودند از بیرون و از درون. از درون هواداران استبداد مانند محمد علی شاه، روحانیان مخالف مشروطه شمار بسیاری زیادی در شهرهای مختلف ایران داشتند، سران ایلات بسیاری از اونها مخالف مشروطه بودند، بگذاریم از اینکه سران بختیاری در گرفتن تهران نقش داشتند، ولی بسیاری از رهبران ایلات مخالف مدرنسازی ایران بودند و بسیاری از حاکمان محلی از بیرون از ایران هم دولت روسیه بزرگترین دشمن مشروطه و مدرنیته در ایران بود و سپس عثمانی به ایران لشکر کشید و دوران جنگ جهانی اول دامنگیر ایران هم شد. به این معنا ما با یک بن‌بست روبرو شدیم و ناامنی و فقدان یک دولت مرکزی، دولت مرکزی توانا، زمینه رو برای کودتای 1299 فراهم کرد. و از این منظر باید گفت که یک نظمی بعد از کودتا 1299 به وجود آمد و بسیاری از اون دستاوردهایی که از دوران مشروطه آغاز شده بود ولی ناکام مانده بود، ناتمام مانده بود، در دوران پس از کودتا 1299 صورت اجرایی به خودش گرفت، بیشتر توانست بر جامعه تأثیر بگذاره. جایی که پس از کودتا 1299 و به ویژه پس از فراز رضا شاه به پادشاهی در زمینه مدرنیته ایران به جامعه زیان زد، جلوگیری از گسترش فکر آزاد بود یا شرکت مردم در سرنوشت خودشون، ناتوان شدن مجلس مشروطه، بیشتر و بیشتر میل دولت به سوی خودکامگی فردی که در ایران خیلی بالا گرفت و در پایان کار رضا شاه رو هم اساساً از همه همدمان و همراهان خودش تنها گذاشته بود، همه یا خانه نشین بودند یا فرار از ایران کرده بودند یا در زندان بودند یا کشته شده بودند یا به هر روی دیگر در کنار او نبودند، و چه بسا اگر در کنار او بودند ماجرای اشغال ایران پیش نمی آمد و ما می توانستیم راه دیگری رو در برابر متفقین داشته باشیم. اینها مسائلی است که باید مورد بررسی قرار بگیره. اما مدرنسازی ایران پیشینش باز به دوران مشروطه و پیش از اون برمیگرده. مدرنیته ایران پیشینه کهنی پانتری داره، اما باید گفت که توانا شدن دولت مرکزی و اقتدار دولت مرکزی و ایجاد امنیت در ایران و ایجاد ارتش ملی در ایران، ارتش متمرکز در ایران، ایجاد شهربانی نیرومند در ایران، همه پس از کودتا 1299 روی داده. بنابراین رویداد بسیار مهمی در تاریخ ایران به شمار می آید. آقای امینی، این کودتای 1299 رو چه کسی راه اندازی کرد در اصل؟ در اون هنگام می دانید که این زمانی است که جنگ جهانی اول به پایان رسیده و نیروی پیروزمند بیرون آمده از جنگ جهانی اول دولت بریتانیا است. به این دلیل که یکی از نیروهای مهم شرکت کننده در جنگ جهانی اول
که دولت عثمانی باشه، دولت عثمانی بخش شکست خورده در میان نیروهای شکست خورده این جنگ جهانی اول بود و به همین دلیل هم امپراتوری عثمانی که شاید از 60-70 سال پیش از اون رو به زوال رفته بود با جنگ جهانی اول به پایان رسید و زمینه پیدایش دولت ترکیه به وجود آمد. دولت بریتانیا به ویژه به دلیل انقلاب اکتبر و فروپاشی دولت امپراتوری تزاری و جاگزین شدن او با دولت جوان بلشویکی که خودمون با بحران روبرو بود، دولت بریتانیا نیروی پیروزمند و سرفراز از جنگ جهانی اول بود و پس از پیروزی جنگ جهانی اول، پس از پایان جنگ جهانی اول، تقسیم مستعمرات عثمانی به گرده دولت بریتانیا که بزرگترین امپراتوری اون زمان بود افتاد. دولت بریتانیا هم با گرفتاری‌های مالی روبرو بود، یعنی باید راهی رو می‌یافت که نیروی نظامی خودش رو که در ایران بود از ایران خارج می‌کرد. در اون هنگام شخصیتی که بارها در تاریخ ایران نقش بسیار منفی ایفا کرده، چرچیل، سر وینستون چرچیل که در کودتای 1953 1332 یک نقش کلیدی داشت، از آغاز دولت مصدق با او مخالف بود، در هنگام کودتای 1299 چرچیل وزیر مستعمرات بود و کسی بود که مسئول تقسیم امپراتوری عثمانی به شمار می آمد. تمام سرزمین های دولت عثمانی که باید تقسیم می شد، از سرزمین هایی که در بخش های اروپایی بود تا به ویژه در بخش های آسیایی، اینها رو دولت بریتانیا در دست گرفت. فرانسه هم نقش داشت ولی دولت بریتانیا نیروی اصلی بود و این نشستی برگزار شد در قاهره که در این نشست جنرال آیرونساید هم شرکت داشت. آیرونساید که در ایران آخرین جنرال رئیس فرمانده نیروهای نظامی بریتانیا در ایران بود، جوانترین جنرال ارتش بریتانیا در جنگ با دولت جوان روسیه شوروی به شمار می آمد، دولت جوان شوروی که در اون جنگ شکست خورد و در دیداری که آیرونساید در قاهره با چرچیل داشت، چرچیل او رو در واقع راهی، قبلا هم ایران بود، راهی ایران کرد برای طرح کودتا. وزارت خارجه بریتانیا با طرح کودتا موافق نبود و حتی سفیر بریتانیا در ایران از این برنامه کودتا تا تقریبا میتوان گفت روزهای پایانی کودتا اصلا آگاهی نداشت و این کار رو خود آیرونساید در ایران سازمان داد و در قزوین چندین دیدار با رضاخان داشت که در اون هنگام یکی از سرداران و سران مقتدر قزاق به شمار می آمد و با دولت بریتانیا نزدیک شده بود، چون می دانید که قزاق‌ها پس از انقلاب اکتبر بی سرپرست شده بودند، اونها اساساً یک نیروی وابسته به روسیه به شمار می آمدند یا فرماندهان اونها به هر حال روسی بودند و پس از انقلاب اکتبر این نیروی قزاق بارها دست به دست شد و در درون نیروی قزاق هم یک کودتای صورت گرفت و یک نیروی طرفدار بریتانیا، یکی از کسانی رو که خیلی از بلشویک‌ها پشتیبانی می‌کرد، او رو کنار نهاد و سپس هم با کمک رضاخان اون فرد رو کنار نهادند. در نتیجه رضاخان نقش بسیار نزدیکی با بریتانیا ایجاد کرده بود در اون هنگام. اینکه میگم رضاخان در اون هنگام رضا شاه نیست، رضاخان به شمار می آمد و هنوز هم سردار سپه نبود و رئیس آتریاد همدان بود ولی آمده بود به قزوین. در دیدارهایی که آیرونساید با او کرد، در خاطرات خودش می نویسه که او دریافت که تنها کسی که می تواند نیروی نظامی کودتا رو رهبری بکنه رضاخان هست. برای رهبری سیاسی هم چند نفر رو در نظر گرفته بودند که سرانجام قرعه به نام سید ضیاءالدین طباطبایی افتاد که از هنگام پیمان 1919
نزدیکی خودش رو به دولت بریتانیا کاملا نشان داده بود. افزون بر این آدم بسیار باهوشی بود، آدم صاحب قلمی بود و توانسته بود جایی برای خودش باز بکنه. هنگامی که کودتا روی داد، بسیاری از نخبگان تهران نه رضاخان رو میشناختند و نه سید ضیا رو. نام سید ضیا رو شنیده بودند به نام یک کوچی سیاسی یا یک قلمبزن سیاسی، ولی جایی برای او قائل نبودند. فکر نمی‌کردند آدمی مانند سید ضیا اصلا بتواند از عهده چنین کاری بر بیاد. ولی واقعیت این است که چنین شد و یک کودتای تقریبا بدون خونریزی رخ داد و احمد شاه تن در داد به این کودتا و فرمان نخست وزیری رو به نام سید ضیا صادر کرد. دولت سید ضیا 100 روز بیشتر دوام نیاورد و سرانجام هم با پشتیبانی رضاخان سید ضیا از ایران روانه اروپا شد. کارنامه‌اش چیه؟ کارنامه 100 روزه. ببخشید. کارنامه 100 روزه سید ضیا. بله. کارنامه سیاهی یا سفید است؟ کارنامه سید ضیا کارنامه هم سیاه هم سفید، یعنی جنبه های سیاه کارنامه او خیلی روشن است که در وابستگی به دولت بریتانیا در این زمینه جای گفتگو نیست. اما اینجا باید یک واقع بینی رو هم به کار برد. آدم هایی مانند سید ضیا و وثوق دوله کسانی بودند که به این باور داشتند که دگرگون شدن ایران یا پیشرفت ایران بدون کمک یک دولت خارجی، یک دولت اروپایی ممکن نیست. من باور بر این ندارم که همه کارهایی که آدمهایی مانند وثوق دوله انجام دادن، مانند پیمان 1919 یا کودتای 1299، نقش سید ضیا اساساً به این دلیل بود که اونها موزبگیر دولت بریتانیا بودند. موز هم گرفتن، کمک مالی هم از اونها گرفتن، اما فکر میکنم آدم هایی بودند که سخت باور داشتن که ایران به ویژه پس از انقلاب اکتبر باید با حمایت دولت اروپایی یعنی بریتانیا در مقابل شوروی بایسته. از این منظر در واقع رفتن و خودشون رو فروختن به دولت بریتانیا. ولی فکر نمی کنم تنها انگیزه اونها در این بود که چون پولی از این دولت بریتانیا، مثلا وثوق دوله رو مطرح می کنم، چون پولی گرفته بودن به این دلیل وارد این کار شدن. در دوران پس از کودتا 1299 هم زندگی سید ضیا نشون داد که او با بریتانیا نزدیکی زیادی داشت، ولی مالندوزی زیادی از این راه نتوانست بکنه، چون بریتانیا وفادار به هیچ کس نبود، از آدم ها استفاده میکرد و سپس اونها رو کنار میگذاشت. و از خاطرات جمالزاده میتوانیم دریابیم که وضع مالی سید ضیا هنگامی که به اروپا روانه شده بود خیلی هم خوب نبود و از پشتیبانی مالی دولت بریتانیا هم برخوردار نبود. در اون هنگام کارنامه او به داوری من کارنامه منفی است و نقشی که او در اون دوران ایفا کرد نقش مثبتی نبود، ولی نقش منفی او به ویژه بعد از شهریور 20 به وجود آمد و این است که مانند بسیاری از بزرگان سیاسی ایران از شمار وثوق دوله، قوام السلطنه و دیگران، ما می توانیم جنبه های درخشانی در کار آدم های مانند سید ضیا پیدا بکنیم و در این حال جنبه های بسیار بسیار تاریک و تیره. برخی از کارهای اصلاحی که دولت کوتاه زمان سید ضیا به اون دست زد بسیار پیشرفته بود، کارهایی بود که مشروطه خواهان میخواستن انجام بدهند و اون بیانیه‌ای که او صادر کرد، بیانیه معروفی که بعد از کودتا 1299 بعد از چند روز صادر کرد، پس از اون بیانیه بسیار کوتاه و تا حدودی کودکانه‌ای که به نام رضاخان در آمد حکم میکنم، ولی بیانیه بسیار طولانی که سید ضیا منتشر کرد گواه بر این بود که آگاه بود بر اندیشه های مدرن سازی ایران و میخواست یک نوع دیکتاتوری یا خودکامگی
دیکتاتور صالح دلسوزانه برای ایران به وجود بیاره، یعنی دیکتاتور مسلح، و در اون بیانیه هم همین نوع مطرح میکرد. ولی بسیاری از جنبه های برنامه سی ان زیاد در اون هنگام برنامه های بسیار جالب و مثبتی بود. شوربخت دار که این برنامه ها رو با پشتیبانی دولت بریتانیا میخواست انجام بده، ولی دولت بریتانیا هم پشتیبان قطعی او نبود، چون او تنها با یک جناحی در دولت بریتانیا، یعنی جناح جنگی دولت بریتانیا، وزارت دفاع و مستعمرات که چرچیل اون رو اداره میکرد، با اونها نزدیک شده بود. وزارت خارجه، وزارت امور خارجه بریتانیا هیچ نزدیکی با اون نداشت و حتی سفیر ایران، سفیر بریتانیا در ایران سر سازگاری با سیدزیانش رو نمیداد. بیشتر با کسانی مانند یکی از فرزندان فرمان فرما با اونها نزدیک بودن. کی بود اون فرزند؟ نصرت الدوله دیر رسید از اروپا، نه؟ برای کودتا. این جنبه هم در یک حاله از افسانه و واقعیت نهفته است که هیچگاه روشن نشده. این رو میدانیم که هنگامی که به قزوین رسید کار دیر شده بود، یعنی او امیدوار بود که وقتی به قزوین میرسد او در واقع سرپرست کودتا باشه، ولی کار دیر شده بود. و جالب اینجاست که از نخستین کسانی که سید زیاد دستگیر کرد همین نصرت الدوله بود و خیلی ها رو دستگیر کردن، از جمله همین نصرت الدوله، و نزدیک به شاید 400 نفر رو بازداشت کردن در اون هنگام. مصدق هم دستگیر کرد؟ مصدق نه، مصدق در اون هنگام در فارس بود و پناه برد به خانهای، یعنی در واقع به اون پناه دادند و او رو وادار کردند که میخواستن وادار کنه استعفا بده، دستور استعفا رو دادند و او سرپیچی کرد از فرمان سید ضیاء، ولی به هر روی دستگیر نشد. نه، مصدق در اون هنگام دستگیر نشد. وقتی این 400 نفر بعدن آزاد شدن یا همچنان؟ نه خیر، اینها ببینید پس از اینکه بسیاری از اینها رو دستگیر کردن، یعنی هر کسی که کسی بود رو دستگیر کردن و کسانی که دستگیر نشده بودند و اونهایی که دستگیر شده بودند از درون بازداشتگاه، آدم های سرشناس و شاهزادگان و میرزایان و اینها شروع کردن به برنامه ریزی. با احمد شاه نزدیک شدن، احمد شاه با رضا خان وارد گفتگو شد و نمایندگان مجلس، نمایندگان پیشین مجلس، نمایندگانی که روحانیان تهران، اینها پا در میانی کردند و رضا خان رو به سوی خودشون جلب کردن. و پس از اینکه سید ضیاء رو برکنار و از ایران بیرون کردن، یه بیانیه منتشر شد به امضای بسیاری از همین آدم‌ها که تجلیل از سردار سپه کرد و اون رو فرزند سرباز ایرانی نامید و گفت او در واقع قصد نداشته این کار رو بکنه، بلکه فریب عوام فریبی سید ضیاء رو خورده. برخی از اونها پیش از رفتن سید ضیاء آزاد شده بودن، ولی پس از افتادن دولت صد روزه سید ضیاء همه آزاد شدن و اینها همه پیرامون خود رضا خان جمع شدن و بر این باور بودن که رضا خان رو میتوانند اداره کنند، در حالی که اون نقشه های خیلی بزرگتری داشت و رفته رفته بر همه اونها چیره شد. آقای سید ضیاء در دورانی که در اروپا بود چه کار میکرد؟ 20 سال از صحنه خارج بود، نه؟ بله، در یه چند سالی در اروپا گذروند، سپس به فلسطین اون زمان رفت که یکی از سرزمین‌های زیر سرپرستی بریتانیا بود. هنوز نه دولت اسرائیلی وجود داشت نه نیمچه دولت فلسطینی، اینها بخش‌های زیر اداره دولت بریتانیا بودند و حالا نه مستعمره، ولی چون بخش‌های پیشین دولت عثمانی به شمار می‌آمدند زیر سرپرستی دولت بریتانیا اداره می‌شدند. جزیره قبرس هم همینطور، همه اینها بخش‌هایی بود از امپراتوری بریتانیا، رسما مستعمره نبود. ولی در اون هنگام
آقای سید ضیاء رفت به فلسطین و وارد جریان‌های مذهبی اون منطقه شد و خیلی زود یکی از آدم‌های شد سرشناس در اون کنگره اسلامی، مؤتمر اسلامی، منشی اونجا شد و وارد کار فروش زمین و کارهای سرپرستی فرش فروشی هم میکرده؟ همه جور، همه گونه کارهای تجاری در اونجا میکرده و البته این شایعه که او زمین رو از فلسطینی ها میخریده و به یهودیان میفروخته، این رو حزب توده درست کرد. هیچ سندی در این زمینه ما در دست نداریم که در واقع سید ضیاء کارش این بوده. این از داستان پردازی های حزب توده بود، چه بسا این کار رو هم کرده باشه، ولی ما سندی امروز از نظر تاریخی در دست نداریم که دارا شدن یا توانا شدن سید ضیاء از این راه بوده باشه. ولی برای این رو میداریم که سید ضیاء خیلی بیشتر از گذشته مذهبی شد در هنگامی که در فلسطین زندگی میکرد. چطور شد بازگشت به ایران آقای امینی؟ اسنادی که امروز در دست هست نشان میداد که پیش از اینکه متفقین به ایران حمله بکنند، دیداری میان یکی از افسران بلندپایه بریتانیا و سید ضیاء به وقوع پیوسته و در اون دیدار سید ضیاء رو برای جایگزینی رضا شاه در نظر گرفته بودند که پس از اینکه متفقین به ایران میآیند، سید ضیاء نخست وزیری و اداره کشور رو در دست بگیره و خود سید ضیاء گویا با درایت گفته بوده که زمینه برای چنین کاری آماده نیست و دریافته بوده که نمیتواند چنین کاری را انجام بدهد. میدانید که بریتانیا حتی در سودای این بود که یکی از شاهزادگان قاجار رو، برادرزاده احمد شاه رو که در بریتانیا زندگی میکرد و فارسی هم بلد نبود و افسر نیروی دریایی بود، پیشنهاد شده بود که او رو به پادشاهی بازگردونند که البته اون رو نپذیرفته بودن. میگن فارسی هم بلد نبوده. فارسی هم بلد نبود، بله، حمید میرزا. و سرانجام هم پذیرفتن که فروغی، یعنی هم دولت شوروی و هم دولت بریتانیا به این تفاهم رسیدن که فروغی تنها کاندیدای توانا برای این است که این گذار از دولت رضا شاه رو به فرزند او رهبری کنه و چنین کاری رو هم با درایت انجام داد. سید ضیاء دو سال پس از ورود متفقین به ایران، به ایران بازگشت، از راه کرمانشاه هم به ایران بازگشت و با استقبال روبرو شد. و جالب اینجاست که هنوز عرق به تنش خوش نشده بود که در انتخابات سال 1122 از شهر تاریخی خودش، از یزد، نماینده مجلس شد. با اینکه 25 سال بود که پا در یزد نگذاشته بود و از اونجا انتخاب شد و این رو در خاطرات مظفر میرزا، مظفر یعنی فرزند نصرت‌الدوله، مظفر فیروز، در اون خاطرات و خاطرات دیگران از جمله خاطرات فرمانفرماییان میبینیم که اونها در کارزار انتخاباتی مظفر فیروز بودن که سر و کله آقای سید ضیاء از مرز پیدا شد و ایشان رو با سلام و صلوات آورده بودن و از همونجا در واقع فراز ایشان به امید به نخست وزیری آغاز شد و یکی از معروفترین رویدادهای مجلس چهاردهم بررسی اعتبارنامه سید ضیاء بود که اصلا محمد مصدق در اون هنگام به دلیل اعتراض به این اعتبارنامه معروف شد، نه اینکه معروف نبود ولی سرشناس شد، چون سخنرانی های بسیار مفصلی درباره اعتبارنامه سید ضیاء کرد و با این همه سید ضیاء نماینده مجلس شد، اعتبارنامه رد نشد. در اون مجلس کارهای مهمی انجام داده؟ مجلس چهاردهم یکی از یعنی پس از مجلس سوم، مجلس چهاردهم یکی از بازترین مجلس های تاریخ ایران بود. انتخابات نسبتاً آزادی صورت گرفته بود، متفقین در ایران بودند، دخالت دربار نقشی نداشت و مجلسی بود که مصدق نماینده اول تهران شد، گروه دیگری از
کسان به مجلس راه یافتن، مجلس پر از گفتگو و پر از چالش بود و حالا کارهای زیادی نتونست انجام بده، ولی بر روی مجلس موفقی بود. شاید بتوان گفت یکی از بهترین کارهایی که در این مجلس انجام شد اون ماده واحده‌ای بود که جلوگیری کرد از دادن امتیاز نفت به هر کشور خارجی تا پس از بیرون رفتن متفقین از ایران. اون ماده واحده رو مصدق ارائه داد، نه؟ بله، پیشنهاد مصدق بود. بله. و در مجلس تصویب شد. در اون هنگام قانون نظامنامه مجلس این بود که یا باید یکی از کمیسیون‌های مجلس یه لایحه‌ای رو به مجلس می آورد، یا نخست وزیر لایحه‌ای رو به مجلس میداد، و یا یک لایحه‌ای رو 15 نفر از نمایندگان باید امضا می‌کردند تا بتواند در مجلس مطرح بشود. مصدق این طرح رو نوشت و به امضای شمار بسیار بیشتری از 15 نفر رساند و این لایحه در مجلس تصویب شد. کتاب دو بند داشت در واقع، ولی موضوع اصلیش این بود که تا پس از خروج متفقین در ایران هیچ امتیازی در مورد نفت به هیچ دولت خارجی داده نشود. از جمله به روسیه داده نشد. اصل موضوع در واقع روسیه بود دیگه، چون حزب توده هوادار دادن امتیاز نفت شمال بود و آمریکایی ها هم آمده بودند و امتیاز می‌خواستند و دولت انگلیس هم با دادن امتیاز مخالف بود، ولی در واقع این موضوع رو خاموش کردند که هیچ امتیازی به کسی داده نشه. و سپس موضوع گفتگو بر سر پیمان 1933 به وجود آمد که این گفتگو از همون گفتگو درباره اعتبارنامه ها آغاز شد. یکی از اعتراض های مصدق درباره اعتبارنامه تغییرزاده بود و باز هم در اونجا بحث پیمان 1933 به میان آمد که اون جمله معروف تغییرزاده است که ما آلت فعل بودیم. ببخشید؟ گفت مثل که ما آلت فعل بودیم. آلت فعل بودیم، بله. خب آقای امینی عزیز، 30 ثانیه به پایان برنامه مونده. جناب مهری، هفته آینده که ما در روز دوشنبه برنامه داریم و هفته پس از اون همزمان است با اون هفته های پیش از ترور زنده یاد احمد کسری. موافق هستی که دو هفته آینده رو برنامه رو به بررسی زندگی، زمانه و ترور احمد کسری اختصاص بدیم؟ بسیار جالب. بسیار سپاسگزارم. من از شما سپاسگزارم. شب روزتون خوش. و شب و روز همیهنان عزیز همچنین. تشکر میکنم از آقای امیر، کارگردان برنامه. شب و روزتون خوش.